عرض میکنم خدمت همه عزیزان. نگار غلامی هستم، خبرنگار و فعال حوزه رسانه در کشور. در خدمت شما هستیم با موضوع رمزارزها در بازار سرمایه گذاری کریپتوکارنسی ها. با توجه به اینکه امروز تعداد زیادی از هموطنان عزیزمون وارد این بازارها شدن، میخواییم که به بازار ورود بکنیم و به بررسی بازار کریپتوکارنسی ها و بررسی ریسک های موجود در این بازار بپردازیم. در خدمت آقای دکتر علی سعدبندی هستیم، مشاور سرمایه گذاری و تامین مالی. آقای دکتر، اگر که حضور دارید ما در خدمت شما هستیم. آقای دکتر سلام و احترام، وقت شما بخیر. سلام عرض میکنم. وقتتون بخیر آقای دکتر، خدا قوت. آقای دکتر، همونطور که وقت شما بخیر باشه، مستحضر هستید، ما گفتگویی داریم در ارتباط با بحث بازار کریپتوکارنسی ها. میخواییم به بحث و بررسی بازار کریپتوکارنسی ها و ریسک های موجود در بازار بفرمایید. و در ابتدا در ارتباط با شباهت های سرمایه گذاری در بازار رمزارزها و بازار بورس بفرمایید که چه شباهت ها و تفاوت های میان این دو بازار سرمایه گذاری وجود داره. بله، ابتدا سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم غلامی، سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزانی که در این لایف حضور پیدا کردند. افتخاری است برای بنده که درباره بازار سرمایه برای شما صحبت کنیم و همچنین رابطه‌ای که شباهت‌ها و تفاوت‌هایی که بین بازار سرمایه و بازار رمزارزها وجود داره. سوال بسیار خوبی رو شما مطرح فرمودید در مورد اینکه شباهت بین بازار سرمایه و بازار رمزارز چیست. شباهت هر دو این هست که سهل و ممتنع هست، یعنی شما در ظاهر کار خیلی راحت شما میتونید کنید و به همین صورت هم ممکن هست که شما بتوانید که یک سهام رو خریداری کنید. آشنایی با اینکه ترید چگونه انجام میشه شاید به یک روز بیشتر آموزش نیاز نداشته باشه، اما واقعیت این هست که برای اینکه در این بازارها دچار ضرر هنگفت نشوید یا از این بازارها سود ببرید، آموزش سالهای سال باید تجربه کسب بشه و آموزش دیده بشه. و از این منظر اتفاقا این تفاوت هست که بازار کریپتوکارنسی به دلیل اینکه جدیدتر هست و به دلیل اینکه متغیرهای فاندامنتال خیلی متفاوت هست، یا شاید در بسیاری از مواقع ما حتی اینجور عنوان کنیم که اصلا متغیر فاندامنتال مفهومی نداره در بازار کریپتوکارنسی، این هست که میتونه خیلی پیچیده تر باشه. و عجیب اینجاست که در کشور ما اتفاقا برعکس دیده شده، یعنی بسیاری از افرادی که پیچیدگی لازم رو ندارند، حتی در بازار کریپتوکارنسی قبلا حضور نداشتند، الان شما ملاحظه می‌فرمایید حتی در بازار سرمایه حضور نداشتند، شما ملاحظه می‌فرمایید که در بازار کریپتوکارنسی حضور پیدا کردند. و نگرانی من این هست که در نهایت همونطور که در سال گذشته در سال 99 افراد اندکی در بازار سود کردند و افراد بیشماری در بازار زیان‌های سنگین و هنگفتی رو متحمل شدند، همین قضیه امسال یا سال بعد در بازار کریپتوکارنسی ممکن اتفاق بیفته. درسته. آقای دکتر، با توجه به اینکه بازار کریپتوکارنسی ها بازاری هستش که ریسک های بسیار بالاتری نسبت به بازار سهام داره، بفرمایید که چجوری میتونیم این ریسک ها رو در بازار تشخیص بدیم؟ بله، کاملا درست میفرمایید. بازار کریپتوکارنسی ریسکاش ریسکای بسیار پیچیده ای هست. نکته ای که به نظر من هم در بازار سرمایه و هم در بازار کریپتو افراد باید بهش دقت کنند و باید آموزش ببینند، این هست که شما باید تحلیلی از سیاست‌های پولی اقتصادهای مختلف رو داشته باشید، یعنی بدونید که جهان به کدوم سمت میره. یا اگر در ایران دارید سرمایه گذاری میکنید در بازار سهام، باید بدونید حداقل بازار ایران یا اقتصاد ایران داره به کدوم سمت حرکت میکنه. به نظر میرسه که بسیاری از فعالان بازار خودشون مستقنی میبینند از اینکه در واقع از این دانش بهره‌مند باشن. به طور مشخص دانش اقتصاد کلان و به طور مشخص‌تر اقتصاد پولی نیاز هست برای اینکه ما روند بازارها رو تشخیص بدیم و این بسیار بسیار مهمه. متاسفانه در کشور ما این قضایا دیده نشده. من اتفاقا یکی از دلایلی که اگر شما ملاحظه فرموده باشید، من در یک سال و نیم گذشته در کلینیک اقتصاد سعی کردم یک سری دوره‌ها رو طراحی کنم و ارائه بدم که به باور خودم بسیار برای فعالان بازار هم در بازار سرمایه و هم در بازار کریپتو بسیار مورد نیاز بود. از جمله اینکه دو کتاب برتر اقتصاد کلان دنیا، یعنی کتاب‌های آقای منکیو ویرایش سال 2019 و آقای بلانچارد ویرایش سال 2021 رو ما سعی کردیم به طور دو زبانه اسلایدها رو به دو زبانه تبدیل کنیم، یعنی ترجمه کنیم و تمام اینها رو تدریس کردیم. چرا؟ برای اینکه اگر شما از روند اقتصاد کلان مطلع نباشید، خیلی راحت ممکنه که گول بخورید
فریب روند بازار رو بخورید، فریب هیاهوهای روزمره رو بخورید و وارد یک جریانی بشید که در نهایت زیان هنگفت به بار بیاره و ممکنه که اندوخته زندگی خودتون از دست بدید. این هست که من خودم سعی کردم که این آموزش ها رو بدم که یک مقداری اگر بشه انشالله در جامعه ایرانی ما بتونیم دانش رو گسترش بدیم که کمتر دچار مشکلات عدیده و جدی بشیم. درسته. آقای دکتر، با توجه به عدم شفافیت بازار، مردم چجوری میتونن حالا تلاشی داشته باشن در راستای اینکه در دام کلاهبرداری ها نیفتن؟ در واقع به تفاوت بیت کوین و شیت کوین بفرمایید. بله، ببینید اتفاق خوبه که این در بازار کریپتو این مسئله تحت عنوان شیت کوین مطرح شده. دقت می‌فرمایید، حالا اگر ما در بازار سرمایه می‌خوایم همین عبارات رو به کار ببریم احتمالاً خیلی مورد انتقاد قرار می‌گرفتیم از طرف افرادی که می‌خوان اینها رو به مردم بندازن. دقت می‌فرمایید، اون فردی که سال گذشته مثلا سهامی رو به مردم معرفی کرد، این سهام به 1/10 قیمت رسیده، به 1/5 قیمت رسیده، اون که دست از این کار خودش بر نمی داره، که اون که احساس پشیمانی که نمی کنه. این وظیفه ما هست که نور علم رو بر ظلمت جهالت بیافکنیم و اجازه ندیم که جهالت کشور ما رو فرا بگیره. در زمینه بازار کریپتو هم همین قضیه صادقه. یک موج ایجاد شده در طی یک سال گذشته، به خصوص بعد از سقوط بازار سرمایه، که بسیاری از افراد وارد بازار کریپتو شدن. اما تا چه حد افراد اطلاع دارن از این بازار بسیار پیچیده؟ بسیار اندک. بنابراین توصیه اکید بنده این هست که اگر شما آشنای ویژه در این بازار ندارید، با مکانیزم این بازار آشنا نیستید، با روندها این بازار آشنا نیستید، با افراد مؤثر در سطح بین‌المللی در این بازار آشنا نیستید، با اجزای بازار به عنوان مثال مثلا با ماینینگ، با صنعت ماینینگ آشنای ویژه ندارید، یا با انواع اکسچنج ها، ولت ها، اینها آشنا نیستید، توصیه اکید من این هست که یا از این بازار فاصله بگیرید، یا اگر یک زمانی هم بنا دارید که در کریپتو حضور داشته باشید، در کریپتوهای مطرح سعی کنید که حضور داشته باشید. چرا؟ وقتی که بازار سعودی هست، خب ملاحظه میکنید که تعداد زیادی از افراد ممکنه که هر نوع کوین رو خریداری کنه، هر نوع توکن رو خریداری کنند. ولی به محض اینکه وقتی بازار سعودی هست، ولی به محض اینکه بازار نزولی بشه، بسیاری از این کوین ها و از این توکن ها که شما با امید فراوان با آرزو خریداری کردید، یه دفعه شما میبینید متوقف میشه. در عرض چند روز قیمت اینها به صفر میرسه و افراد به شدت متضرر میشوند. بنابراین اگر هم بنا دارید در بازار کریپتو باقی بمانید، من توصیه اکید میکنم که فقط 10 تا کوین و توکن اول بازار رو خریداری کنید. مشهورترین ها رو خریداری کنید. چون احتمالاً اینها بالاخره جان سالم به در ببرند. هرچند که من خودم خاطرم هست که در سال 2017 ما هم جوانی کردیم و اون زمان مثلا سعی کردیم از بازار کریپتو بهره‌مند بشیم و در دورانی که بازار سقوط کرد من شورت کردم. یعنی تو در واقع مثلا ارزهای مثل بیت کوین و اتریوم اینها رو من اون زمان فروختم. علیرغم اینکه فروختم باز هم متضرر شدم. این خیلی جالبه. ولی جهت اطلاع شما عرض میکنم که قیمت بیت کوین مثلا از حدود 20,000 دلار به حدود تا 3,000 دلار کاهش پیدا کرد. دقیق میفرمایید. خب همون نسبت رو الان شما در نظر بگیرید. خب الان قیمت بیت کوین از مثلا 60,000 دلار تا چه حد میتونه کاهش پیدا کنه؟ ما یک در واقع سابقه تاریخی داریم از این رمز ارز که یک زمانی قیمتش به 1/6 کاهش پیدا کرده، به 1/7 کاهش پیدا کرده. اگر الان قیمت بیت کوین 60,000 دلاری به 1/7 کاهش پیدا کنه، به چه قیمتی میرسه؟ علی ای حال بهتر از این هست که صفر بشود. من نمیگم که مثلا ریسک رمز ارزهای مشهور کم هست، اما عرض میکنم که ممکنه صفر نشود. ولی مطمئن باشید با اولین طوفانی که در بازار رمز ارز به پا بشود، بسیاری از شیت کوین ها متاسفانه از بین خواهند رفت و افراد بسیار متضرر خواهند شد. درسته. آقای دکتر، برای اینکه ارزش سرمایه ما در بازارهای سرمایه گذاری، حالا به ویژه در بازار بورس و کریپتوکارنسی ها حفظ بشه، باید چه کارهایی انجام بدیم؟ برای اینکه ببینید در بازار کریپتوکارنسی ممکنه ارزش سرمایه شما اصلا حفظ نشه.
دقت میفرمایید. این سوال رو باید وسیع‌تر مطرح کرد. اگر بنا باشد که ارزش سرمایه گذاری های ما به طور کلی حفظ بشود، چه باید بکنیم؟ و اولین نکته این هست که دایورسیفای بکنیم. یه لحظه ایزو بفرمایید. اولین نکته این هست که دایورسیفای بکنیم یا متنوع سازی در سبد دارایی ها انجام بدیم. این نکته ای هست که بر ضد شهود انسان هست، بر ضد غرایز حیوانی بشریت هست. یعنی ما بر اساس غریزه وقتی که یک بازاری منفعت بالاتری میده، سعی میکنیم در اون بازار متمرکز بشویم. دقت میفرمایید و همین عامل ورشکستگی های بزرگ خواهد شد. وقتی شما متمرکز میشید در یک دارایی خاص، اگر اون دارایی خاص به خوبی عمل نکنه، به شدت متضرر خواهید شد. پس توصیه اکید بنده این هست که اگر هم شما در بازار کریپتوکارنسی بهره‌مند شدید، اگر مثلا افرادی، من مطمئنم افرادی الان در همین لایف حضور دارن که سال گذشته مثلا با 10,000 دلار وارد مثلا بازار کریپتوکارنسی شدن، الان مثلا از اون پیک فاصله گرفتن، مثلا در پیک به 50,000 دلار هم رسیدن، الان احتمالا مثلا 30,000 دلار دارن. چون چشم امید به اون 50,000 دلار دارند، باز متوجه نیستن که 10,000 دلارشون شده 30,000 دلار و این 30,000 دلار هم باز خیلی وضع خوبی است، خیلی منتفع شدند، به این مسئله توجه ندارند و منتظرن که به آرزوهای بعد، به آرزوهای آیندهشون برسند، منتظرن که مثلا بیت کوین به 70,000 دلار برسه بعد بفروشن، برخی دیگر منتظرن که بیت کوین به 99,000 دلار برسه بفروشن، برخی دیگه منتظرن که بیت کوین به 499,000 دلار برسه بفروشن. دقت می‌فرمایید یک اهداف ذهنی در ذهن خودشون مطرح کردن که این هیچ اساس علمی و تجربی نداره، این فقط بر اساس توهم و تخیل در واقع این اهداف شکل گرفته. ما یک تئوری بسیار مهمی در روانشناسی اقتصاد داریم، در روانشناسی سرمایه گذاری داریم که تحت عنوان پراسپکت تئوری شناخته میشه. در پراسپکت تئوری نظر این هست که وقتی که افراد ضرر میکنند، این ضرر افراد رو خیلی میگزد، خیلی اذیت میکند، آزار میدهد، بیشتر از اون مقداری آزار میدهد فرد رو که فرد بهره مند میشود. یک فردی مثلا 10,000 دلار در بیت کوین سرمایه گذاری کرد، وقتی این 10,000 دلار میشه 20,000 دلار، در ذهن این فرد یک سری هورمون ترشح میشه مثل سرتونین و دوپامین که فرد خیلی حالت مسرت پیدا میکنه، حالت شعف پیدا میکنه. حالا همون 20,000 دلار وقتی میشه 15,000 دلار، کل اون حالت شعف از بین میره، در حالی که هنوز از 10,000 دلار به 15,000 دلار فرد رسیده. دقت میفرمایید؟ پس اینها متقارن نیستند، یعنی در واقع آزار ذهنی که در ذهن فرد از یک زیان شکل میگیره خیلی بیشتره تا اون مسرتی که از یک سود در بازار مالی شکل میگیره. بنابراین حالا نتیجه تعاقب این چه هست؟ نتیجه این تئوری چه هست؟ نتیجه این نوع طرز تفکر چه هست؟ این هست که وقتی افراد متضرر میشن، ریسک پذیری افراد افزایش پیدا میکنه، در حالی که باید دقیقاً عکس این باشه، باید ریسک پذیری افراد کاهش پیدا میکرد. ولی متاسفانه این ذات انسان هست، برای حتی افرادی که خودشون این کاره هستن، خودشون این تئوری ها رو ابداع کردن، اونها هم درگیر این مسئله میشن. خود بنده که اینها رو دارم خدمت شما عرض میکنم، اگر خودم سرمایه گذاری داشته باشم، خیلی برای من سخت است که مثلا در ضرر بفروشم، یا وقتی که حتی ضرر هم نکردم و از پیک فاصله گرفته، از اون سطح بالا فاصله گرفته و مقدار سرمایه گذاری یک مقدار کاهش پیدا کرده، یک مقدار زیان از سود به دست، مثلا به زیان رسیدیم، از سودمون کم شده، بازم برای ما سخته که معقول فکر کنیم و میخوایم به اون قله قبلی برگردیم. اون قله قبلی یک نقطه اتکا در ذهن ما ایجاد کرده و این اتفاقا باعث این میشه که الان بسیاری از بینندگانی که این برنامه رو ملاحظه میفرمایند، احتمالا اگر کریپتو دارند، هنوز در واقع شاید هنوز دارن تزریق میکنن در این بازار یا هیچ برداشتی نداشتند از بازار. توصیه بنده این هست که کریپتو یک دارایی است مثل بقیه دارایی ها،
شما اگر میخواید سرمایه گذاری کنید، مثلا 20% داراییتون رو بذارید توی سهام، 20% رو بذارید توی ملک، 20% رو بذارید توی ارز و طلا، 20% رو بذارید توی کریپتو، 20% هم بذارید در اوراق و حساب بانکی. اگر یک چنین حالتی شکل بگیره، یعنی شما اگر عادتتون بشه که همیشه داراییاتون رو متنوع کنید، از پستی و بلندی، از فراز و فرود و پستی و بلندی بازارها آنقدرها متضرر نخواهید شد و در مواقع در واقع بحرانی که بقیه افراد ضرر میکنند، شما میتونید اتفاقا از تهدید برای خودتون فرصت بسازید. من در خدمت شما هستم. متشکرم از شما. یکی دیگه از سوالاتی که خیلی مخاطبان ما دوست داشتن در ارتباط با اون بیشتر بدونن، بحث نحوه شناسایی رمزارزهای تقلبی بود که دوست داشتن حالا بدونن که چطوری میشه اینها رو پیش از اینکه خریداری بکنن تشخیص بدن. بله، ببینید رمز ارزها، ببینید رمز ارز غیر تقلبی اصلا نداریم. اگر منظور شما از رمز ارز تقلبی یک رمز ارز ساختگی است، همه رمز ارزها ساختگی هستند. دقت فرمودید، همه رمز ارزها یک برنامه کامپیوتری هستند. حالا برخی از این برنامه کامپیوتری ساده تر نوشته شده و امکان هک و مثلا ممکنه چنین چیزایی هم درش باشه، ولی اونها به ندرت اتفاق افتاده. واقعیت این هست که بخش عمده از این، حالا من الان نمیدونم دقیقا تعداد رمزارزها چقدر هست، ولی فکر کنم یک چیزی تعداد رمزارزها و توکن ها یک چیزی در مقیاس 10,000 تا، بین 8,000 تا 12,000 تا 13,000 تا احتمالاً باشه، قریب به اتفاق اینها ساخته شدن که از بین برود. قریب به اینها ساخته شده که یک بازی شکل بگیره. من توصیه اکید میکنم با زندگی خودتون بازی نکنید. توصیه نمیکنم بازی نکنید. چرا بازی بکنید؟ چه اشکال داره؟ بالاخره یکی شطرنج بازی میکنه، یکی نمیدونم حالا یک بازی ورزشی انجام میده، یکی هم مثلا تو بازارهای مالی بازی میکنه. ولی نه اینکه مال خودتون و زندگی خودتون رو وارد این قمار بکنید. به هر حال ببینید، الان در کشور ما این مسئله قبهش ریخته. ما نه فقط مثلا، متاسفانه من اینو عرض میکنم، نه فقط بسیاری از ایرانیان در یک سری مثلا فعالیت‌های آنلاین که همین بازی هایی هست که پولشون رو از دست میدن حضور پیدا کردن، بلکه شما میبینید که بزرگترین شرکت خودروسازی کشور ما قمار میکنه، بخت آزمایی راه انداخته. این در هیچ جای دنیا من ندیده بودم، واقعا ندیدم اینجور وضعیتی. حتی اون کشورها که بلیت بخت آزمایی میفروشند، خیلی مکانیزم متفاوت و اخلاقی تر از اینی هست که در کشور ما داره انجام میشه. وقتی قبح این مسائل میریزه، متاسفانه کسی نیست هشدار بده که بازی رو با زندگی واقعی یکی ندانید. دقت می‌فرمایید، بازار رمزارز همون جوری که بالا میره همونطور هم میتونه پایین بیاد. بنابراین درست هیجان داره، درست رولر کوستر هست. رولر کوستر یعنی ترن هوایی. یه دفعه شما تو دلتون خالی میشه وقتی که قیمت رمزارز، مثلا قیمت بیت کوین، از 68,000 دلار میاد مثلا به 40,000 دلار میرسه. خب طبیعیه که افراد یک آرمانی برای خودشون ساختن، یک بهشت برینی برای خودشون ساختن که این بهشت یه دفعه قسمتش یه لامبورگینیش از بین میره. بله، این طبیعیه. ولی ببین مثلا دقت کنید که از اول این در واقع بازار یک بازار خیلی جدی نبوده، یک بازار رگوله شده نبوده. من مطلقا مخالف تکنولوژی بلاکچین نیستم، من مطلقا مخالف رمز ارز نیستم. شما اگر دقت فرموده باشید، من در کلینیک اقتصاد خودم شاید بهترین دوره رمز ارز و به تکنولوژی بلاکچین رو در ایران ما ارائه دادیم. آقای مهندس رضایی رو دعوت کردیم و اگر دوستان بخوان در کلینیک اقتصاد هم 8 ساعت 10 ساعت ما بهترین آموزش رو اونجا تقدیم کردیم در این زمینه ها. دقت فرمایید، بنده مخالف اینها نیستم، ولی این که افراد میرن در یک سری کوین هایی که اصلا نمیشناسن بر اساس یک سری تخیلات و توهمات سرمایه گذاری میکنن و هیچ فرد عاقلی نمیاد به اینها هشدار بده. چرا هشدارم داده نمیشه؟ چون فرد دنبال درآمد خودشه. الان من به شما بیام بگم که مثلا در فلان کوین سرمایه گذاری کنید، بیشتر مقبولیت دارم یا اینکه بیام هشدار بدم بگم که مواظب زندگیتون باشید؟ مطمئن باشید اگر گزینه اول بود، الان تعداد کسانی که در لایف حضور دارن به جای 400-500 نفر 4-5000 نفر بود. فقط من اعلام میکردم که قرار هست یک کوین خاصی رو به شما معرفی کنم. اما در نهایت خواهیم دید که وضعیت کسانی که آگاهی داشته باشن در این بازار به شدت میتونن منتفع بشن و زندگی خودشون رو از یک استیج به استیج بعدی ببرن.
و اکثریتی که نمی توانند بر احساسات خود غلبه کنند و الان در آرزوها و توهمها و ترکیب هورمون‌های مختلف در مغز الان اینها نمیتونن اصلا غلبه کنند بر این احساس‌های متنوعی که به وجود میاد به شدت متضرر خواهند شد. امیدوارم که این برنامه سرآغازی بشه برای جامعه ایرانی که بیشتر توجه کنند، بیشتر دقت کنند. کشورهای دیگر هم در امریکا، در چین، در ژاپن، در کره جنوبی، در این کشورها هم شما ببینید که افراد زیادی در رمز ارزها حضور دارند. ولی عرض کردم با زندگی خودشون افراد بازی نمی کنند. الان هم توصیه اکید خدمت شما دارم که اگر در بازار واقعا متخصص هستید، کارشناس هستید، اگر سیکل قبلی بلاکچین، سیکل قبلی رمز ارز رو در سال 2017، در سال 96 97 سیکل قبلی رو شما حضور داشتید، فراز و فرود مثلا بیت کوین رو قبلا دیدید، خودتون سرمایه گذاری کردید، متضرر شدید، شاید الان بد نباشه 10%، 20%، تا 25% پورتفولیتون رو، تا 25% کل داراییتون رو در این بازار بگذارید. حالا فعلا باش بازی کنید تا ببینید چی میشه. اگر که تازه کار هستید، اصلا حتی 10% هم توصیه نمی کنم 10% ثروتتون رو در این بازار بگذارید. البته توصیه می کنم که با این بازارها آشنا بشید، با تئوری ها آشنا بشید، جنبه آموزشی داشته باشه، یا اگر تفریح هست، برای بنده هیچ وقت تفریح نبوده این مسائل، ولی اگر برای شما تفریح هست، باز هم به عنوان تفریح اگر میخواید بهش نگاه کنید، باز به عنوان تفریح نگاه کنید. ولی بسیار باید مواظب باشید، متنوع کنید دارایی ها رو، سبد دارایی ها رو، و مترصد باشید که ممکنه خبرهای خوبی نیاد از این بازار. درسته. با توجه به این فرمایشاتی که الان در خدمتون بودیم، یعنی شما پیش بینی میکنید که حالا طی 6 ماه آینده یا طی 1 سال آینده ما شاهد بحرانی مثل بحران سال 98 در بورس، در بازار بیت کوین ها باشیم که حالا افراد زیادی دارایی هاشون رو تمام و کمال به فروش میذارن تا بتونن در این بازار سرمایه گذاری بکنن؟ ببینید این امکان هست. بله بله این امکان هست، هرچند که به نظر میرسه سیاست‌های پولی در امریکا در جهتی حرکت بکنه که بازارها به صورت کلی، بازارهای مالی نریزند. اما همونطور که سیاستگزار پولی وقتی که سیاست‌های انبساطی رو بعد از کرونا در پیش گرفت توجهی به این افزایش شدید رمز ارزها نداشت و قیمت رمز ارز رو در تابع هدف خودش مد نظر قرار نمیداد و در نظر نمی گرفت، به همون صورت هم زمانی که اگر بازار رمز ارز صعود کنه نباید انتظار داشته باشید که مثلا فدرال رزرو آمریکا بیاد و نرخ بهره رو تغییر بده. بنابراین به عبارتی من میتونم خدمت شما عرض کنم که بازار رمز ارز یک بازار یتیمی هست. از یک جهت این به نفع است، چون هیچ کس نیست که بر این بازار اعمال حکمرانی بکند، هیچ کس نیست که بر این بازار ادعای مالکیت داشته باشه، ولی خب این مضرات خودش هم داره و اون هم این هست که اگر بازار دچار بحران بشه شما هیچ کس رو نخواهید یافت که به شما کمک کنه و شما رو نجات بده. الان وضعیت بازار سرمایه رو ببینید افرادی که مقصر بودن در به وجود آمدن شرایط امروز بازار سرمایه، اینها با همدیگه جمع شدن به جای اینکه عذرخواهی کنن از ملت شریف ایران، مرتب هیاهو میکنن، هوچیگری میکنن، حتی بازار رو میترسونن و سعی میکنن که از دولت، از بانک مرکزی، از صندوق توسعه ملی، از منابع مختلف استفاده کنن که بالاخره به ثروت خودشون بیافزاین و جلوی ضرر رو بگیرند. دقت میفرمایید این یک فعالیت شرافتمندانه نیست، ولی انجام میشه چون به نحوی بازار سرمایه میتونیم بگیم که یک متولی دارد. خب بنابراین از متولین انتظار دارن که مثلا انتظار بی جایی هم هست، نه همیشه، چون متولی خودش باعث این قضیه شده، باعث سقوط بازار سرمایه شد، من در این مسئله شکی ندارم. اما نکته بنده این هست که به هر حال اینها یک فردی رو دارن که سرش نق بزنن، عقده ها رو سرش خالی کنن به نام مثلا دولت یا به نام بانک مرکزی یا به نام مدیریت بازار سرمایه. اما در بازار کریپتو مطلقا اینها وجود نداره اصلا. باید از چه کسی میخواید انتقاد کنید بعدن اگر بیت کوین اومد زیر 10,000 دلار؟ از چه کسی میخواید پولتون رو دریافت کنید؟ از چه کسی میخواید که این خسارتی که بهتون خورده جبران کنید؟ پس بنابراین باید خیلی دقت کنید اگر در این بازار حضور جدی دارید.
درسته. تاثیر بازار کریپتوکارنسی ها بر بازار بورس چی بوده؟ آیا تاثیرگذاری در خروج سرمایه گذارها داشته؟ بله داشته، و این تأثیر گذاری هم که داشته در کوتاه مدت اتفاقا خیلی مثبت بود. اصلا یک دلیلی که شما دیدید بحران بورس در ایران به یک بحران سیاسی اجتماعی شدید تبدیل نشد همین قضیه بود. یعنی بسیاری از افرادی که در بازار بورس متضرر شدند وارد بازار کریپتو شدند و در بازار کریپتو بسیار در واقع منتفع شدند. مثال میزنم خدمت شما، سال گذشته در تیر ماه سال 99 خب بیت کوین چه قیمتی داشته؟ امروز چه قیمتی داره؟ امروز چندین برابر قیمت بیت کوین نسبت به تیر ماه سال 99. بنابراین کسانی که در بورس زیانهای عمده کرده بودند از دو جهت منتفع شدند، هم قیمت ارز یک مقدار افزایش پیدا کرد، هم قیمت مثلا بیت کوین یا سایر کریپتوکارنسی افزایش پیدا کرد، پس منتفع شدند. منتها همون در واقع روش هایی رو که موجب شد در بازار سرمایه این افراد، این عزیزان، این نور چشمان ما متضرر بشند، الان متاسفانه همون روش ها رو در پیش گرفتن در بازار کریپتو، و اگر در بازار کریپتو متضرر بشند همه چی رو خواهند باخت و دیگه کجا عین المفر، کجا میخوان فرار کنند؟ دقت فرمودید، اگر بازار کریپتو صعود کنه کجا میخوان پولشون رو ببرن که مثلا 20 برابر بشه، 30 برابر بشه، 50 برابر بشه، تا زیانهای بازار سرمایه و زیانهای بازار کریپتو رو هر دو رو با هم درمان کنه. دقت فرمودید. پس بنابراین من توصیه اکید میکنم که هشدار میدم که بسیار باید مراقب باشند افراد در طی یک سال آینده، چون من برداشتم اینه که حتی احتمال داره بازارهای مالی مثل بازار بورس صعود نکنه، به روند خودش ادامه بده، حتی یک مقدار صعودی باشه، حتی ممکنه که مثلا قیمت طلا صعود نکنه، مثلا 10%، 15%، 20%، حتی رشد هم بکنه، ولی در همون حال ممکنه بازار کریپتو زیانهای خیلی بزرگی ببینه، ممکنه سود هم بکنه، ولی ریسک زیان این بازار خیلی زیاده، خیلی شدید خواهد بود. درسته، یعنی با توجه به این مواردی که فرمودید ایرانیانی نبودن که هم در بورس ضرر کرده باشند و هم بعد از سرمایه گذاری در کریپتوکارنسی ها آسیب دیده باشند؟ چرا ممکنه که چنین افرادی بوده باشند؟ چرا که نه، همه با همه کوین ها که سود ندادن در این یک سال گذشته که دقت فرمودید، ولی بسیاری از افرادی که تغییر جهت دادن از بازار سرمایه اومدن تو بازار کریپتو الان برندند، الان هنوز هنوز خیلی متضرر نشدند. دقت میکنید؟ بله. حالا این که آیا در آینده این در واقع این سودی که الان ساختند و عرض میکنم، منتها سودشون از پیک، از اون قله خیلی پایینتر اومده، ولی باز هم به باور بنده بسیار افرادی که تغییر جهت دادن سود کردن، ولی ممکنه در آینده همین افراد ضرر کنند، ضرر افزایش، هم ممکنه قیمت دلار کاهش پیدا کنه، هم ممکنه قیمت کریپتو کاهش پیدا کنه، قیمت رمز ارزها کاهش پیدا کنه، به خصوص رمز ارزهای اول شت کوین ها و بعد آلت کوین ها. اینها در دورانی که بازار رو به رشد بوده اینها خیلی بیشتر سود میدادن، و در دورانی که بازار تثبیت بشه یا به زیان بیفته یا سقوط کنه، این نوع رمز ارزها خیلی بیشتر زیان خواهند دید. درسته. و اینکه در ارتباط با بحث رمز ارز ملی زمزمه‌های شنیده میشه، نظر شما در ارتباط با رمز ارزهای ملی چیه؟ آیا از نظر شما میتونن پروژه اقتصادی موفقی در کشور باشن؟ ببینید، خب اون ریالش موفق نبوده، حالا رمز ارزی که وابسته به ریال هست موفق باشه؟ آفتاب لگن هفت دست شامونهار هیچی. خب اگر شما واقعا انقدر در اج تکنولوژی، در سطح بالای تکنولوژی شما میخواید در زمینه پولی عمل بکنید، اول برید دلار تورم رو بگیرید. دقت میفرمایید اینها بیشتر بازیه، به نظر نمیرسه که مسئول پولی ما خیلی متوجه این باشه که چه مسئولیت خیلی بزرگی بر دوشش گذاشته شده، و یه روز میخواد 5-0 حذف کنه، یه روز میخواد رمز ارز ریالی بزنه. آقا رمز ریال خودش ارزش نداره، شما رمز ارز ریالی میخوای بزنی که چی بشه؟ برفرضم موفق باشه، برفرضم در اجرا مشکلی پیش نیاد، برفرضم ریسکای عملیاتی رو پوشش بدی، شما باید به وظایف خودت اول برسی. میگن موشه تو سوراخ نمیرفت جارو به دنبش میبست. دقت میکنید سیاستگزار پولی ما سالها 50 سال طولانی ترین دوره تورمی تاریخ بشریت رو داشتیم، به جای اینکه بیاد اونو حل کنه میاد میگه من میخوام رمز ارز ریالی به وجود بیارم.
نظارت بانکی اصلا وجود نداره در کشور ما، میخواد رمزارز ریالی به وجود بیاره. سالیان سال بانک مرکزی تعداد مجوزهایی که داده نزدیک به صفره در تمام عرصه ها. در هیچ عرصه مجوز نداده، در هیچ عرصه بازارها رو گسترش نداده، وظایف خودشون انجام نمیدن، بعد میخواد رمزارز ریالی راه بندازه. دیگه این بدبختی کشور ماست دیگه. بله درسته. و با توجه به ضعف زیرساخت ها و حالا تحریم هایی که در کشور وجود داره، چه مخاطراتی برای آینده بازار کریپتوکارنسی در ایران پیش بینی میشه؟ بله ببینید، یک مشکلی بازار کریپتوکارنسی داره که افراد بهش توجه ندارند و اون این هست که بازار کریپتوکارنسی کاملا تحت رصد نه افراد عادی، ولی تحت رصد سیستم های پیچیده نظارتی قرار میتونه بگیره. یعنی الان مثلا مبادلات بیت کوین رو چون یک در واقع یک لجر یا یک دفتر کل در واقع پخش شده ما داریم دیگه، مثلا یعنی همه افراد در سراسر دنیا که بیت کوین دارند میتونن دسترسی داشته باشند به کل مبادلات. پس بنابراین مبادلات قابل رهگیری است، قابل ترک شدنه. دقت میفرمایید، همونطور که مبادلات قابل ترک شدنه، این که مثلا کدام اکسچنج های مبادلات رو انجام میدن قابل ترک شدنه و بعدا میتونن که در واقع پیگیری کنند و یک سری زیادی از این در واقع دارایی های ایرانیان در سکوت کامل متاسفانه در 2 سال گذشته مصادره شده. این دلیل عمده ای بود که خود من اصلا در بازار کریپتوکارنسی حضور پیدا نکردم. یعنی من برداشتم این بود که از نظر ریسک تحریم این بازار خیلی گسترده است. حالا دولت چه باید بکنند؟ اتفاقا راه فرار از تحریم هم همین بازار هست. دولت باید یک پوشش بیمه ای برای مثلا این بازار قرار بده که اگر کسی تحریم شد، مثلا بالاخره یک بخشی از زیانش پوشش داده بشه. و اتفاقا باید ترویج کنیم که مبادلات خارجی با استفاده از رمزارزها انجام بشه. اتفاقا رمزارزها به نفع کشور ماست، برعکس این که به ضرر خیلی از کشورهای دنیاست، به نفع کشور ماست. یعنی اشکالش چیه؟ اشکالش اینه که همین رمزارزها عامل فساد خواهد شد. هر کس مثلا بخواد ارتشا کنه یا پرداختهای غیرقانونی داشته باشه، میتونه از طریق رمزارز این کارو انجام بده. و واقعا هم همینه. مثلا در دارک وب بیشتر در واقع مبادلاتی که انجام میشه از طریق در واقع رمزارزها، به خصوص مثلا رمزارز مثل بیت کوین داره انجام میشه، یا رمزارزهایی که رمزگونگی بیشتری دارند یا اطلاعات شخصی تر هستند مثل کاردانا. اینها در آینده اتفاقا برای اون مقاصد خیلی بیشتر میتونن مورد استفاده قرار بگیرن. درسته، یعنی میفرمایید که در آینده میتونه منجر به ایجاد رانت و فساد هم در کشور بشه، درسته؟ منجر به رانت نه، ولی منجر به فساد قطعا، ابزار فساد خواهد شد. اتفاقا این هم هست. دقیق میفهمم. یعنی فرد میتونه مثلا بگه که مثلا برای ارتشاء میتونه استفاده بشه متاسفانه، یا برای نقل و انتقالات مواد مخدر میتونه از رمزارز استفاده کنه. درسته. آقای دکتر، 5 دقیقه پایانی لایو رو داریم، اگر که عرضی دارید که بنده در سوالات هم نپرسیدم خدمتتون، در خدمت شما هستم. اولا تشکر میکنم از سوالات خوبی که مطرح فرمودید و این فرصت رو در اختیار من گذاشتید که برخی از حقایقی رو که شاید دیگران ابا دارند که افشا کنند من خدمتتون ارائه دادم. توصیه اکید میکنم خدمت عزیزانی که در بازار رمز ارز حضور دارند که از تجربه سال 99 بورس درس بگیرند. همون افرادی که سال 99 افراد رو به بورس کشاندند، در نیمه اول سال 99 افراد رو به بورس کشاندند، در نیمه دوم سال 99 به اون افراد توصیه کردند که در بورس باقی بمانید و ضرر افراد هنگفت شد و خودشون خیلی هاشون از بورس خارج شدند. همین قضیه امروز در رمز ارز هست. وقتی شما رمز ارز رو خریداری میکنید، اون اکسچنجی که رمز ارز ازش خریداری کردید منتفع میشه، اون که در نهایت ممکنه متضرر بشه شما هستید. بنابراین دقت بفرمایید، سبد دارایی هاتون رو متنوع کنید و بخش اندکی رو به رمز ارز تخصیص بدهید. نکته دیگر این هست که بازار سرمایه ایران بازار ارزانی فعلا هنوز که هنوز نیست. بازار سرمایه ایران به طور متوسط گران هست، اما تعداد خوبی
مثلا شاید چند ده سهم در بازار سهام ایران هستند که سهم‌های ارزانی هستند. مثال میزنم خدمت شما، رمز یکی از شرکت‌های سرمایه گذاری رو من در یک وبینار 4 سهمی حدود 4-5 ماه پیش معرفی کرد. در اون زمان نسبت قیمت به ارزشی که به ازای هر سهم در نظر می گرفتیم بسیار پایین بود، یه چیزی مثلا حدود 30 خورده درصد بود. این سهام سقوط کرد همونطور که کل بازار سقوط کرد. الان نسبت قیمت به ارزش دارایی های این سهم به یک چیزی حدود 1/4 یا کمتر رسیده. خب شما اگر واقعا، بعضی میگن که خب شما پولتون رو در رمز ارز بذارید، در کریپتو بذارید برای 5 سال، شما اگر پولتون رو منتقل کنید سهام های ارزان رو در بازار سرمایه ایران خریداری کنید، بسیار بیشتر به نفع شما خواهد بود. و مثلا 4 سال 5 سال رو نگه دارید، بسیار بیشتر به نفع شما خواهد بود تا اینکه مثلا از قبیل آلت کوین و شت کوین رو نگهداری کنید، مگر در مواقع خاص. مثلا NFT ها ممکنه در آینده قیمت بالاتری داشته باشند. متاورس رو بسیار از افراد فکر میکنن شکست میخوره، قلیلی از افراد فکر میکنن که ممکنه که مثلا بالاخره رشد خیلی بالایی داشته باشه. من در مورد متاورس مطمئن نیستم، نظرم نسبت به NFT ها مثبت تر هست، ولی من در NFT ها هم سرمایه گذاری نکردم و نمی کنم. من در بازار سرمایه ایران سرمایه گذاری کردم و می کنم و باورم این هست که سهم های بسیار بسیار ارزنده ارزان قیمتی الان در بازار سرمایه ما هست که اگر تحریم ها ادامه پیدا کنه بعید قیمت کمتر از این موارد بشه. اگر تحریم ها برداشته بشه و ارز پاشی صورت بگیره، خب این سهام ها یک مقداری قطعا در کوتاه مدت نزول خواهند داشت، ولی در نهایت بسیار منتفع خواهند شد. و اگر هم تحریم ها برداشته بشه و سیاست مخرب احمقانه 50 سال گذشته، یعنی ارز پاشی متوقف بشه و تفکیک بودجه ارزی از ریالی صورت بگیره، اون وقت خواهید دید که این سهم ها، سهم های ارزانی که در بازار ایران هستند، تا چند برابر قیمت افزایش قیمت خواهند داشت. خب من در خدمت شما هستم، اگر سوالی هست در خدمتم، اگر نه شما رو خدای بزرگ بسپارم. سپاسگزارم آقای دکتر، ممنون بابت اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و در لایف حضور پیدا کردید. ان شاءالله با سر فرصت های بعدی خدمتتون خواهیم بود برای موضوعات دیگر. خیلی محبت کردید، ممنون از شما. خواهش میکنم، از شما هم متشکرم. همه دوستان عزیز رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارشون.